L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Monsieur Seyyed Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence Monsieur Seyyed Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Salam alaykum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin. وصحبه المنتجبين لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط قرآن کریم پروردگار و درود و تحیات ما را به روان پاک پیامبران بزرگ ابراهیم موسی عیسی محمد صلوات الله علیهم بفرست که پیام عقلانیت، عدالت، معنویت و اخلاق را به جهانیان رساندند و بنیانهای جهل و ظلم را فرو ریختند تا انسانها جهانی بهتر برای خود بسازند. جناب آقای رئیس، خانومها و آقایان، معیار اساسی برای ساخت جهانی بهتر عدالت است. همه آرمان‌های بشری نهایتاً با عدالت سنجیده می‌شوند. عقلانیت مبتنی بر وحی قائل به چارچوبی وسیع برای عدالت است. عدالت یعنی نفی ظلم. ما پرچمدار عدالتی هستیم که همه سطوح ظلم، اعم از ظلم به خود، ظلم به خدا، ظلم به جامعه و ظلم به جهان هستی را نفی می کند. میل به برقراری عدالت و دیه الهی در وجود همگان است و انباشت بی عدالتی موجب حرکت ملت ها در قالب انقلاب های مردمی می شود. اگرچه بسیاری از حرکت ها به بلوغ انقلاب نرسیدند و بسیاری از انقلاب‌ها از مسیر اصیل خود منحرف شدند، اما موفقیت برخی از ملت‌ها مانند ملت ایران در تداوم ماهیت انقلاب اسلامی خود، امید به برقراری عدالت را همچنان در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است. انقلاب اسلامی ایران تبلور حرکت ملت ایران به سمت عدالت بود که با وجود فتنه‌های مختلف توانسته است از کرامت و اصالت آرمان‌های خود صیانت نماید. ملت ایران در گام نخست بنای یک نظم مدنی سیاسی پیشرفته بر اساس عقلانیت منبعث از وحی را به نام جمهوری اسلامی بنا نهاد و در گام دوم به دنبال شکلگیری به نظم و نظام عادلانه بین‌المللی پرداخت. عناصر کلیدی در این مسیر خداخواهی، آگاهی بخشی، نوع دوستی و چند جانبه گرایی است. خانوم ها و آقایان، من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراثدار تمدن بزرگی است. ملتی که همیشه آزاد بوده و قرنها تلاش سلطه‌گران برای اسارت سرنوشت خود را ناکام گذاشته است. ملتی که همواره ظلم را مایه تباهی دانسته و در طول تاریخ خود با اسارت دیگر ملت ها نیز مبارزه کرده است، از اسارت بابلی تا اسارت فلسطینی. ما قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن عدالت حمایت می‌کنیم. ما آنچه را برای خود می‌پسندیم برای دیگران
آرزو می‌کنیم و آنچه را برای خود نمی‌پسندیم به دیگران تحمیل نمی‌کنیم. ملت ایران بر این باور است که عدالت وحدت آفرین است و ظلم جنگ افروز. این که کشوری در داخل خود مدعی عدالت باشد اما در خارج انواع تروریست ها را تربیت کند و به جان ملت ها بیاندازد یا با تحمیل فشارهای مختلف ملت ها را به تسلیم وادار کند، باید هم از بشریت شرم کند، هم از آزادی و هم از عدالت. انسانیت منحصر به بخشی از انسان ها نیست. حقوق بشر جز با تأمین حقوق همه بشر متصور نیست. جمهوری اسلامی ایران با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود، یکی از کارآمدترین سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته و با مؤثرترین ابزارها استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت انسانی، مسئولیت حاکمیتی، وظیفه الهی و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می‌داند. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری‌های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد بود. بالاتر از حقوق بشر حقوق ملت هاست که به راحتی توسط قدرت های ظالم پایمال می شود. حق جوامع بومی کانادا که فرزندانشان به جای کلاس های مدرسه در گروه های دست جمعی حیات مدرسه دفن شدند. حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، حق توسعه ملت های تحت تحریم، حق حیات ملت های تحت اشغال یا قربانی تروریسم، حق زندگی آوارگان بی پناه که کودکان را در قفسهای جداگانه از مادران و پدران خود محبوس می کنند، همگی نشان می دهند که جایگاه مدعی و متهم در مسئله حقوق بشر نباید جا به جا شود و این که ناقضان واقعی حقوق بشر شایستگی اخلاقی لازم برای اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارند. نقش بی‌نظیر ایران در نابودی داعش که فقط یک مورد از جنایاتش این بود که زنان کرد و ایزدی و مسیحی را به بردگی می‌گرفت، کفایت می‌کند که نشان دهد ما در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر هستیم و حامیان داعش در جایگاه متهم قرار دارند. حضار محترم، اینک در شرایطی گرد هم آمدیم که با یک واقعیت مهم، یعنی چرخش و تغییر جهان و ورود به دوران و نظمی جدید مواجه هستیم. جهان کهنه، جهان یک جانبه گرایی، سلطه طلبی، غلبه سرمایه بر اخلاق و عدالت و فضیلت، توسعه دهنده فقر و تبعیض و نابرابری، به کارگیری خشونت، تحریم و نقض حقوق ملت‌ها و استفاده از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به عنوان ابزار فشار بر کشورهای مستقل بوده و در یک کلام جهانی از هر نظر ناعادلانه. این نظم ناعادلانه مشروعیتش را در افکار عمومی دنیا از دست داده و اراده‌های جدی برای تغییر آن شکل گرفته است. زوال این نظم کهنه تردید ناپذیر است. منطقه ما یعنی غرب آسیا از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطین و ایران سربلند موزه بزرگ زوال این نظم کهنه است. علاوه بر آن، تهدید فزاینده تروریسم و افراطی‌گرایی
انحطاط فرهنگی، زوال اخلاق سیاسی، تضعیف بی سابقه چند جانبه گرایی و رشد بیمارگونه اقدامات نامشروع یک جانبه چالش‌های بزرگی بر سر راه پیشرفت همه جانبه و تعالی بشر پدید آورنده است. ما بر این باوریم که برای مقابله با تهدیدهای دیرین و معضلات نوین جهانی گزینه‌ای جز همبستگی و همکاری در چارچوب چند جانبه گرایی مبتنی بر عدالت و بر اساس اصول و ارزش‌های متعالی انسانی منبعث از آموزه‌های انبیاء الهی وجود ندارد. حضار محترم، همه ملت‌های آزاده دل در گروی این ارزش‌های والا دارند، اما همین سلسله باورها دلیل همه دشمنی ظالمان جهان با ماست. آنچه ما می‌خواهیم حقوق ملت ایران است. رابطه مبتنی بر ظلم را بر نمی‌تابیم. ما پای حقوق ملت خود ایستاده‌ایم. ما بر این باوریم که هر گونه رابطه ستمگری به ضرر صلح و امنیت جهانی است و مهمترین تهدید برای جامعه جهانی عادی‌انگاری ظلم است. دست یافتن به امنیت جهانی از هر طریقی غیر از عدالت پایدار نخواهد ماند و این همان چیزی است که ما از سازمان ملل متحد انتظار داریم که انجام دهد. آری، اجرای عدالت سخت است و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از مدعیان صلح از عدالت گریزانند. سوال ما از دولت‌های مدعی آن است که اگر اراده‌ای برای اجرای عدالت ندارید، آیا تمایلی برای مقابله با ظلم هم ندارید؟ منطق ما ریشه در همان فرهنگ قرآنی دارد که فرمود نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. سرنوشت بسیاری از ملت‌ها با همین عبارت رقم می‌خورد. کسانی که از قدرت منطق بی‌بهره‌اند به منطق زور متوسل می‌شوند. منطقی که بر پایه عدالت باشد قدرت ساز است و بر دل‌ها حکومت می‌کند. کشوری که منطق ندارد متوسل به کودتا، اشغالگری، مداخله نظامی، لشکرکشی، برخورد گزینشی با تروریسم و چه بسیار ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌های دیگر می‌شود. آیا توسل به سلاح اتمی جهان را به سوی عدالت سوق داد یا زمینه سلطه‌گری شد؟ کشته شدن صدها هزار کودک عراقی، یمنی، سوری و افغان در خدمت کدام آرمان بشری بوده است؟ آیا اینها جلوه‌های ظلم و بی‌عدالتی در جهان نیستند؟ راستی ایران چه چیزی غیر از مطالبه حقوق عادل؟ راستی ایران چه چیزی غیر از مطالبه حقوق قانونی و عادلانه خود خواسته است که زورمداران عالم را برآشفته کرده است؟ همکاران محترم، امروز هژمونی طلبی و روحیه جنگ سرد دنیا را آزار می دهد و دوران جدیدی از نارامی جهان ما را تهدید می کند. خواست ملت‌های جهان برای تحقق عدالت شدیدتر و اراده آنها برای پیشرفت، استقلال و برخورداری از امنیت جدیتر شده است. بارور شدن دکترین مقاومت جلوه بارز عزم ملت‌ها برای تحقق عدالت است. تکرار می‌کنم، بارور شدن دکترین مقاومت جلوه بارز عزم ملت‌ها برای تحقق عدالت است. اما در مقابل یک جانبه‌گرایی به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. امریکا نمی‌تواند بپذیرد کشورها روی پای خود بیستند و خام‌اندیشانه
نظامیگری را مایه امنیت تصور می‌کند. دوستان آمریکا نیز وضع بهتری ندارند. آنچه امروز در اروپا رخ می‌دهد آینه است از آنچه در دهه‌های گذشته در آسیای غربی اتفاق افتاده است. ماهیت لشکرکشی به غرب آسیا و گسترش ناتو به شرق اروپا تفاوتی با یکدیگر ندارند، چرا که در هر دو سرنوشت کشورها توسط آمریکایی تعریف می شود که منافع خود را با هزینه دیگران دنبال می کند. آقای رئیس، حضار محترم، انقلاب اسلامی آغاز حرکت ملت ایران برای رسیدن به جایگاه شایسته خود بود و در این دوران بحران‌های مختلفی را همچون کودتا، تروریسم داخلی، تجزیه طلبی، جنگ، آشوب و تحریم را پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایی برای بسیاری از کشورها قابل تحمل نبود. از زمانی که رئیس جمهور وقت ایران آقای محمد علی رجایی پای خود را که آثار شکنجه رژیم تحت حمایت امریکا در آن نمایان بود روی این تریبون گذاشت، بیش از 40 سال می گذرد. او مدتی پس از آن سخنرانی به دست گروهک تروریستی مورد حمایت آمریکا به شهادت رسید. 4 دهه پیش ملت ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با بیرون کردن بیگانگان از مملکت خود بر سرنوشت خیش مسلط شد و اکنون ملت‌های منطقه با الگوبرداری از آن تجربه به دنبال به دست گرفتن سرنوشت خود هستند. ملت ایران که خود قربانی تروریسم بوده است، امروز به تکیه‌گاه امنیت در منطقه و پیشتاز راستین مبارزه با تروریسم در جهان تبدیل شده است. ملت ایران برای رسیدن به اهداف متعالی و عادلانه خود هزینه داده است. چون زمان که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و جنگ تمام عیار نظامی را علیه ما آغاز کرد و چه زمانی که رئیس جمهور سابق آمریکا توافق هسته‌ای را زیر پا گذاشت و جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداخت و از جلوه جدیدی از جنایت علیه بشریت پرده برداری کرد. مدتی پیش رئیس جمهور سابق امریکا اعلام کرد که داعش را آمریکا ایجاد کرده است. برای ما فرقی نمی کند که داعش ساخته ی دست کدام یک از دولت‌های آمریکا باشد. مسئله این است که دولتی از آن طرف کره زمین تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک دوباره خطکشی کند. اما جمهوری اسلامی این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید، کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق امریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است. تا از این ظلمی که به ملت‌های منطقه شده است به نحوی دلهای جراحت دیده از این ظلم تشفی پیدا کند. رسیدگی عادلانه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا با آن اعتراف کرده خدمت به انسانیت است. تا از این پس ظلم
زبون گردد و عدالت سربلند باشد. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق دادگاه عادلانه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد. خانوم ها و آقایان، داستان ملت ایران داستان ملتی است که آموخته است روی پای خود بایستد و به دیگری تکیه نکند. این تجربه را زمانی آموخت که در هر دو جنگ جهانی اعلام بیطرفی کرد، اما در هر دو بار اشغال نظامی شد، یا آنجایی که در پی ملی کردن صنعت نفت برای نجات از دست استعمار انگلیس به آمریکا متوسل شد ولی همانها علیه دولت وقت ایران کودتا کردند، و آنجایی که در یک توافق چند جانبه بین‌المللی که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود وعده رفع تحریم گرفت ولی خود را در برابر بیرحمانه ترین نظام تحریم ها یافت. حضار محترم، آیان و بانوان، ملت ایران با داشتن همین نگرش و آن تجارب سیاست ایستادگی و پیشرفت را دنبال کرده است. دقیقاً به خاطر نظم سیاسی و مدنی پیشرفته و مستحکم و عقلانی، ایران اسلامی علارغم تحریم و تهدید امروز یک کشور قوی با دستاوردهای عظیم علمی و فنی و استقلال بی‌نظیر در سطح منطقه و جهان است. ما معتقدیم که امروز جهان به ایران قوی نیازمند است. امروز ما در عین صادرات نفت و گاز، شبکه گسترده توزیع برق و گاز را در سراسر کشور ایجاد کرده ایم. در دانش و علوم پیشرفته از جمله سلول‌های بنیادین، صنایع فضایی، بایو و نانو تکنولوژی و علوم هسته‌ای پیشتاز هستیم. رشد ایران در شاخص‌های توسعه انسانی چشمگیر است. زیر ساخت‌های رفاه اجتماعی از جمله پوشش بیمه به طور گسترده برای جمعیت 85 میلیونی ایران ایجاد شده است و مردم سالاری به صورت فراگیر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه اساسی نظام تبدیل شده است. در حالی که ما در دوران جنگ حتی برای خرید سیم خاردار نیز تحریم بودیم، اکنون با دستیابی به دانش فنی پیشرفته ترین تجهیزات نظامی به نقطه بازدارندگی رسیده ایم. این در حالی است که در همه این دوران شاهد دشمنی فزاینده آمریکا در مقابل با پیشرفت ملت ایران بودیم. مردم جهان، حضار محترم، آقای رئیس، این دشمنان ما نبودند که کوتاه آمدند، بلکه این ملت ما بود که هر دشمنی را از میدان بیرون کرد. ملت ایران با حضور مؤثر و مشارکت فراگیر در نظم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی توانست ضمن پایبندی به ارزش‌ها و الهام بخشی به ملت‌ها مرحله اول انقلاب اسلامی را با قدرت و موفقیت طی کند و اینک در گام دوم سیاست همسایگی و تعمیق چند جانبه گرایی اقتصادی را در اولویت دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران خواستار تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان، به خصوص کشورهای همسایه و دوست خود است. جنگ راه حل بحران ها نیست، بلکه مسیر حل بحران گفتگو و تفاهم است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه دارای اراده و توانایی برای کمک به حل بحران هاست. در یک سال گذشته پیوندهای اقتصادی ایران تقویت شده و تجارت منطقه‌ای آن به صورت چشمگیری رشد کرده است و با گسترش زیرساخت‌های همکاری اقتصادی پایدار فصل نوینی از دوستی و اعتماد متقابل پدید آمده است. این سیاست همسایگی سیاستی امنیت ساز و ثبات آفرین است. ما در دوران
سختی همسایگان اثبات کردیم که یار همسایگان خود هستیم. در همه گفتگوهای پرشماری که با رؤسا و سران منطقه داشتم، یکی از مهمترین نکات مشترک این بوده که امنیت منطقه باید به صورت درونزا و بدون مداخله خارجی تأمین شود و راه آن همکاری است نه بلوک بندی. دوران پیش رو دوران همکاری های پایدار، رفاه، ثبات و برادری است. اگر سرنوشت منطقه به دست خود کشورهای منطقه رقم بخورد، اشغالگران و غاصبان رفتنی هستند و همسایگان برای یکدیگر باقی میمانند. روزگاری جنگ بین دو ملت ایران و عراق پدید آمده بود با تحریک بیگانگان و دشمنان ملت‌های ایران و عراق، ولی امروز بزرگترین نماد برادری و رویداد فرهنگی جهان یعنی راهپیمایی اربعین با مجاهدت بی‌نظیر مردم عراق و ایران و دیگر ملت‌های جهان برگزار می‌شود تا از یاد و راه حسین ابن علی علیه السلام فرزند محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلیل کنند که جان خود و خانواده‌اش را برای رهایی مردم از جهالت و رهایی آنها از ظلم فدا کرد. حضار محترم، تمایل دارم توجه شما را به یکی از جلوه‌های غم‌انگیز بی‌عدالتی که سرمنشأ همه بحران‌های منطقه است جلب کنم. تاریخ معاصر ملتی مظلوم‌تر از فلسطین و ظالمتر از رژیم اشغالگر قدس به خود ندیده است. رژیم صهیونیستی که بیش از 70 سال آپارتاید، تجاوزگری، کشتار زنان و کودکان منطقه را در کارنامه سیاه خود دارد، بزرگترین زندان روی زمین را در غزه برپا کرده است و استمرار شهرکسازی و تصاویر شیون و گریه مظلومان فلسطینی در اثر غصب اراضی، منازل و مزارع آنان و کشتار فرزندانشان به همه نشان می‌دهد 7 دهه ظلم و اشغالگری اسرائیل گویا پایان ندارد. دولت‌های مدعی آزادی و دموکراسی باید پاسخ بدهند که چرا از فرمول روشن و عادلانه جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین فرار می‌کنند. در فلسطین مظلوم ما به سیاست فلسطین واحد معتقدیم. همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر متعلق به ساکنان اصلی این سرزمین تاریخی و مقدس است. راه حل مسئله فلسطین فقط مراجعه به آراء همه فلسطینی‌ها، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، در قالب برگزاری یک همه پرسی فراگیر است. رژیم اشغالگر قدس که همچنان سرزمین‌های دیگر کشورهای منطقه را در اشغال دارد، نمی‌تواند شریک صلح و امنیت باشد. حضار ارجمند، اجازه دهید توجه شما را به یکی دیگر از جلوه‌های بی‌عدالتی یعنی برخورد دوگانه غرب با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران جلب کنم. در حالی که رکن اساسی امنیت جهانی یعنی خلع سلاح جهانی است، اما برخی قدرت‌ها تلاش دارند با مسئله سازی از فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تهدید اصلی یعنی خلع سلاح جهانی به فراموشی سپرده شود. من به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران صریحاً اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و این سلاح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این حکم حکومتی در فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی اعلام شده است و برای دولت و ملت ایران فتوای شرعی
معظم الله از هر نظارت بین المللی نافذتر است. این در حالی است که دولت‌های مدعی خودشان هم تولید سلاح‌های هسته‌ای را ادامه داده و هم به کار بردند و همین تسلیحات را به رژیم صهیونیستی هدیه دادند. کشورهایی که باید خلع سلاح شوند جایزه میگیرند و کشورهایی که به تعهدات خود پایبند بودند حتی از حقوق مندرج در امپیتی نیز محروم میشوند. در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. تکرار می‌کنم، در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. اکنون از حضار محترم می‌خواهم به دقت به چند نکته توجه کنند. یک، جمهوری اسلامی با حسنیت و با قصدی متین توافقنامه‌ای را در سال 2015 پذیرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود را انجام داد. اما نتیجه آن عهدشکنی آمریکا و اعمال تحریم‌هایی بود که به اذعان خودشان بی سابقه ترین تحریم‌های تاریخ بود. تحریم مجازات عدالت‌خواهی و استقلال ملت ایران است. سلاح کشتار جمعی است. تحریم سلاح کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم است. دو، این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران به مفاد توافق کاملاً پایبند بوده است. سه، ایران در عین حال که هزینه التزام به تعهدات خود را پرداخته اما به علت نقض عهد طرف امریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی از منافع این توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفیت‌های دیده شده در توافق اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود محور اصلی بقای برجام بوده است و اگر ابتکارها و انحراف‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست متوقف می‌شد. منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادلانه از تحولات فقط یک جمله است: پایبندی به تعهدات. موضوع تضمین‌های اطمینان بخش صرفاً آمادگی برای یک اتفاق احتمالی نیست. ما از یک تجربه صحبت می‌کنیم. ما تجربه خروج آمریکا از برجام و بیش از یک سال و نیم تعلل دولت کنونی آمریکا در بازگشت به تعهدات خود را پیش چشم داریم. همین امروز که دولت آمریکا از قصد خود برای بازگشت به تعهدات خود سخن میگوید، صدای دیگری از داخل این کشور به گوش میرسد که تعهد پذیر بودن آمریکا را زیر سوال میبرد. آیا با آن تجربه و این چشمانداز میتوانیم در موضوع مهم تضمین پایداری توافق با مسامحه عمل کنیم؟ البته جمهوری اسلامی با امکانات وسیع و ارتباطات گسترده با جهان آثار تحریم‌ها را یکی پس از دیگری خونسا و فرصت‌های جدیدی را خلق کرده است به اذعان رسمی دولت آمریکا. سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست مفتزهانه خورده است. ما مسیر خود را فارغ از هر گونه توافق پیدا کرده و با قدرت ادامه خواهیم داد.
ضمن اینکه ما در مذاکرات جدی هستیم و نشان دادیم که اگر منافع ملت ایران تضمین شود اراده قوی برای حل عادلانه این موضوع داریم معتقدیم گره توافق هسته‌ای از همان جایی باید باز شود که گره خورده است دوستان همکاران نمایندگان کشورها آخرین فراز از سخنان من درباره ضرورت عدالت جهانی است همه ما و تک تک انسان‌های جهان باید در ساخت جهان جدید مشارکت و حضور فعالانه و متعهدانه داشته باشیم جهان جدید اگر بخواهد جهانی اخلاقی مشروع و از نظر مردم جهان مقبول و از نظر توانایی در حل و فصل مشکلات جهانی موفق و پیروزمند باشد راهی ندارد جز اینکه بر محور عدالت جهانی شکل گیرد این مهم نیازمند توجه به اصولی است یک احساس مسئولیت مشترک جهانی در مقابل ظلم و بی‌عدالتی دو احترام به خواست و اراده ملت‌ها و عدم مداخله در مسیر مستقل رشد آنها سه نفی استانداردهای دوگانه چهار مخالفت با جنگ و خشونت پنج استقلال و عادلانه عمل کردن نهادهای بین المللی و مهمتر از همه نقش آفرینی انسانهای صالح و عادل در شکل دهی به این نظم جدید است نگاه ما به آینده بسیار امیدوارانه است مؤمنانه باور داریم که بر مبنای مشیت و اراده الهی همانطور که پیامبران الهی بشارت دادند عدالت جهانی خواهد شد و حکومت بندگان صالح پروردگار در زمین حکم فرما و بشریت با ظهور آخرین منجی رستگار خواهد شد از توجه همه شما صمیمانه سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République islamique d'Iran de son allocution et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.